نقض بازارهای مالی استان خوب و تماشایان خردمند سلام و وقت شما خوش امروز سه شنبه پانزده همه ماه می سال دو میلادی است به برنامه نبز بازارهای مالی نگاه میکنید که هر هفته در همین ساعت و از همین کانال پخش میشه و هر هفته هم تلاش میکنه که از سه منظر به دنیای پول و سرمایه نگاه کنه از منظر خبری تلاشش بر این هست که از مهمترین و حیاتی ترین اخباری که بر زندگی حال و آینده شما تأثیر میگذاره شما رو با خبر کنه یا نیوز دت ویکن چیزی که اونجا نوشتیم هدفش اونه از منظر آموزشی تلاشش بر این هست که آداب و مراسم علمی پسنداز و سرمایه گذاری را آموزش بده و از منظر تجزیه و تحلیل تلاش میکنه که شما را از گلهای درشت و خوشبوی سود و خارهای زهراگین زیان و ضرر در جاده های زمان خبر بکنه و البته تمام مطالب آن و از هر سه منظر محض اطلاع هست و برای اطلاع محض برنامه امشب را هم مثل همیشه با پرسه ای در اخبار شروع میکنیم در بخش دوم برنامه پنجره های کوچک منظره های بزرگ مطلبی داریم تحت عنوان سود سرمایه و سراب که به یکی از حیاتی ترین سوال هایی که در هفته ها و ماه های اخیر بسیار مطرح شده سعی می کنیم جواب بدیم هدف اون بود امیدوارم وقت بشه بهش بپردازیم چون به خاطر اتفاقاتی که در بازار فلزات قیمتی طلا و نقره داره میفته و با کاهش قیمت ها مواجه هستیم توضیحی سر اون خواهیم داد که چی داره میشه اوضاع چطوری داره پیش میره چرا همچین وضعی پیش اومده و احتمالات آتیش خواهد بود و چنانچه وقت بشه در بخش پایانی برنامه کلام آخر هم راجبه پاره از پرتولیه های دفتر نبزه بازارهای مالی باتون صحبت خواهیم کرد پس اجازه میخوام بریم سراغ بخش اول برنامه امشب خب خبرهای داغ هفته همونطور که میدونید یکی این بود که بانک معروف جی پی مورگان جی پی مورگان چیس اعلام کرد که در عرض چند هفته از سی و یکم مارچ به این طرف در عرض دو سه هفته در از طریق سرمایه گذاری هایی که در دفترشون در لندن کرده بودند دو میلیارد دلار ضرر به بار آوردن و در ضمن خودشون برآورد میکنن که تا آخر کوارتر دوم تا آخر جون هم حداقل یک میلیارد دلار ضرر دیگه به بار بیارن اگر بیشتر نشه به شیوهی که این سالها و این روزها معمول و متدابل هست طبیعی زمانی که سود باشه خودشون برمیدارن زمانی که مثل الان ضرر به بار بیارن از پول مردم و با مالیاتی که از مردم خواهند گرفت سعی میکنن ضررها رو جبران کنن تا اینجاش خب دیگه همه فهمیدن داستان از چه قرار هست ولی که خطر بزرگتر این هست که همونطوری که در برنامه های گذشته اشاره کردیم چون یکی از گرفتاری هایی که در سال 2008 باش مواجه شدن همین بود که بعضی از مؤسسات انقدر بزرگ شدن که اگر بخوان جلو اینها رو بل کنن که ورشکست بشن کل اقتصاد را با خودش به زیر میکشه و دردسرهای درستی بزرگی درست میکنه منتهای مراتب به جای اینکه تدابیری اتخاذ بشه که این مشکل رو برطرف کنن نه تنها این مشکل برطرف نشده بلکه الان اون مؤسسات بزرگتر و بزرگتر شدن و طوری که در یکی از این برنامه ها خدمتون گفتیم الان پنجتا تا بانک بزرگ و اصلی آمریکا بیشتر از پنجاه درصد 534 درصد تمام دارایی های مالی دست اون بنابراین هر کدوم از این پنجتا تا که جی پی مورگان هم جز اونها هست اگر بخوان که به احتمال زیاد بالاخره در سر راه با این وضعیتی که داره پیش میره مشکلات همون شکلی باز درست خواهد شد اگر بخوان اینها رو نجات بدن تا حالا صحبت از این بود که اینها اینقدر بزرگند که نمیشه اجازه داد سقوط کنن تو بیگ تو فیل ولی الان دیگه اینقدر بزرگ شدن که نجات دادنشون کار مشکلی است و دی تو تو to... به اصطلاح تو بیل به جای اینکه فیل بکنن این است که این گرفتاری ها فعلا بالای سر اقتصاد میچرخه به اضافه مسائل و مشکلات دیگری که مخصوصا در اروپا بروز کرده که وضعیت اقتصادی رو متاسفانه هی داره تیره تر و بدتر میکنه در شرایط کنونی یه خبر دیگه این بود که فدرال رزرو در آمریکا به یک بانک چینی بانک صنعتی و تجاری چین اجازه داده که بیاد شعبات بانک های ریتیل روش میگم توی آمریکا رو بخره قرار هست بانک تجاری و صنعتی چین با پرداخت 140 میلیون دلار 80 درصد از یک بانک آمریکایی به اسم ایست ایشیا اسمش ایست ایشیا است ولی بانک آمریکایی است بیاد اینها را بخره این تلاش ها از طرف چین یه مقدارش به این خاطر هست که خودش میبینه که بیشتر اندوخته هایی که دارن در واقع به اوراق قرضه دولتی آمریکا هست که روز به روز ارزش دلار آمریکا پایین تر میره کلا و از این طریق ضرر میکنن بنابراین برای اینکه بتونن این پولا رو یه جایی بندازن که جلو ضرر رو بگیرن یا میان اینطوری سرمایه گذاری کنند یا میرن معادن را میخرند یا در کشورهای مختلف سرمایه گذاری میکنند یه دلیل دیگه هم این هست که چین داره تلاش میکنه که در صحنه اقتصاد بین المللی در روابط تجاری و بین المللی یه جایگاهی که در خور وضعیت اقتصادیش باشه برای خودش پیدا کنه و لازمش این هست که پول چین رفته رفته یوان در واقع مثل بقیه ارزهای مهم بین المللی جا باز کنه توی تجارت بین الملل و اقدامات از این دست به این منظور داره صورت میگیره یه خبر راجع به وضعیت اقتصادی مردم آمریکاست و اونم این است که نمیدونم هیچ وقت براتون پیش اومده بعض وقتا آدم اینقدر خسته است که میگه میگیم آدم ها انقدر خستم بود نمیتونستم بخوابم از فرط خستگی حالا بعضی از افراد وضعیت مالیشون انقدر خراب شده که حتی اعلام ورشکستگی هم نمیتونن بکنن دفتر تحقیقات ملی اقتصادی در آمریکا در همین زمینه گزارشی منتشر کرده که الان تعداد زیادی از مردم با اینکه وضعیتشون بسیار بسیار وخیم هست از نظر اقتصادی تو آمریکا ولی شرایط اقتصادیشون به جایی رسیده که حتی هزینه دادگاه رو که بتونن اعلام ورشکستگی کنن نمیتونن پرداخت کنن در یه تحقیق دیگری در همین زمینه ست دانشگاه آمریکا یه تحقیقات دیگری کردند و به این نتیجه رسیدن که در سالهای اخیر معمولا بعد از اینکه فصل مالیات آوریل تموم میشه اونهایی که مقداری مالیات طلبکارن به صلاح تکسری تر میگیرن از دولت سب میکنند تا اون تکس تر برسه دستشون بعد با پول اون میرن اعلام ورشکستگی میکنند چون متداول ترین نوع ورشکستگی همون چیزیست که بهش چپتر سوین میگن و اون خودش 1500 دلار خرج داره تا بخوان این کار رو بکنن همین سه دانشگاه پیش بینی کردند که امسال بعد از اینکه این گروه از افراد اون طلب مالیاتی خودشون از دولت گرفتند حدود یک میلیون نفر اعلام بانکراپسی خواهند کرد اعلام و شکستگی خواهند کرد توی آمریکا بعد و خبر خیلی در واقع مهمی که دنیا رو تحت شعا قرار داده اتفاقاتی است که داره در اروپا میفته در یونان میفته در فرانسه افتاد و در اسپانیا این روزا در جریان هست در یونان بالاخره تمام اون سه نفر اول که قرار بود دولت رو تشکیل بدن موفق نشدن دولت رو تشکیل بدن امروز رویتر یه خبری منتشر کرد که به همین دلیل یونان مجبور هست که انتخابات تازه ای برگزار کنه حالا تو انتخابات تازه ای که برگزار میشه اگر مخالفین سیاست ریاضت اقتصادی برنده بشن کسانی که با این طرحهای ریاضت اقتصادی مخالف هستند اون وقت وضعیت یورو به شدت در مخاطره میفته چون اگر اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو بخواد جلو خروج یونان از یورو رو بگیره طبق معمول باید مقادیر زیادی پول چاپ کنن و در اختیارش بذارن تا بتونه سر پا بیسته که همین اقدام طبیعتاً به بی بیارزش شدن یورو کمک میکنه اگرم هم اجازه بدن که یونان یورو رو ترک کنه گرچه اقتصاد یونان ضعیف و جسه است در مقابل بقیه اقتصادی کشورهای اروپایی مخصوصاً در مقابل اقتصادی کشورهای مثل آلمان یا ایتالیا یا فرانسه کوچیکه از اون بابت ضربه عجیب و غریبی خروج یونان به یورو نمیزنه ولی از نظر روانی و تأثیری که در بازارهای ارز میگذاره اگر یونان به یورو رو کنار بگذاره اون وقت میتونه اوضاع را به شدت برای یورو خطر، خطرناک بکنه مخصوصا که الان نه فقط در یونان بلکه در تمام کشورهای اروپایی موج مخالفت گسترده با سیاست های به ریاضت اقتصادی بالا گرفته به حدی که حتی خود حزب خانم انجلا مرکل توی آلمان که ایشون خودشون طرفدار ریاضت اقتصادی هستند در انتخابات محلی که در هفته گذشته در چند نقطه آلمان برگزار شد شکست سختی خوردند انتخابات اصلی آلمان برای نخست وزیری سال آینده صورت میگیره و به همین دلیل اگر مخالفین این سیاست مخالفین سیاست ریاضت اقتصادی تو آلمان بخوان اونها سر کار بیان اون وقتی که معلوم است که وضعیت یورو چه خواهد شد و چه اوضاع احوالی پیدا خواهد کرد رو همین اساس هم بود که میدونید از چندین ماه پیش پافشاری میکردیم که بین یورو و دلار آمریکا فعلا دلار آمریکا رو انتخاب کنید و یورو رو که تا همین چند وقت پیش 1.36 و و این طرفا بود الان پایین رفته به و و 1.27 رسیده و در ادامه این وضع هیچ وعید نیست که یورو انقدر کاهش پیدا کنه که حتی با دلار آمریکا مساوی بشه که در اون صورت اون وقت باید منتظر عکس العمل آمریکا باشیم چون تلاش آمریکا هم مثل بقیه کشورها بر این هست که برای غلبه بر این بحران بحران اقتصادی کنونی دلار آمریکا را هر چه بیشتر ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر بکنه تا پرداخت بدهی های سرسام‌آوری که در آمریکا وجود داره چه بدهی کمپانی ها چه بانک ها چه افراد راحت تر بشه و آسان بشه و گرفتار دیفلیشن نشن در مورد وضعیتی که توی اروپا پیش اومده موقعی که پول واحد اروپا یورو تشکیل شد آلمان با این حساب رفت جلو که میتونه سیاست های اقتصادی و پولی مورد نظر بانک مرکزی آلمان را در کل اروپا به اجرا در میاره و چون خودش وضعیتش خوبه آلمان از اقتصادی و اصولا خود همین پول یورو در واقع به نفع آلمان تموم شده تا به حال تلاش میکرد که در واقع مخالفت کنه با سیاست ریاضت اقتصادی منتها در هفته گذشته دو تا اتفاق افتاد که به نظر میاد البته این روزا انقدر این جماعت حرفاشون رو عوض میکنن صبح میرن توی یک کنفرانسی حرفی میزنن بعد از اون یه صحبتی دیگه میکنن فردا یک نظریه دیگری میگن که اصلا مخالف تمام چیزهایی بوده که دیروز و پریروز گفتن ولی به هر حال در هفته گذشته اولا روز پنجشنبه که بود وزیر دارایی آلمان فانس مینستر آلمان ولفانگ شاوبل ایشون کسی هستند که در بین مقامات اقتصادی آلمان به صلاح فرد خیلی روی هستند به این مفهوم که شدیدن با تورم مخالف هستند و طرفدار ریاضت اقتصادی هستند منتهای مراتب ایشون یه صحبتی کردند و گفتن گرچه با تورم مخالف هستند ولی آلمان میتونه یه مقداری تورمی رو که بیش از اون حدی باشه که در توافقنامه عمومی بین کشورهایی که عضو حوزه پولی یورو بودند در نظر گرفته بودند از اون هم بیشتر بشه به طور دقیق و روشن صحبت نکرد که تا چه میزان تورم را میتونن تحمل کنند ولی جسته گریخته صحبت از این شده که میتونن بین دو و پنج، دو و دهم ده و حتی تا سه درصد هم تورم را قبول بکنند توی آلمان تورم در آلمان گویا فعلا حدود دو و یک دهم ده درصد هست از اون مهمتر این که در بانک مرکزی آلمان یه فردی به اسم ینس اولبریخ ایشون رئیس دفتر اقتصادی بانک مرکزی آلمان هستند و خود بانک مرکزی آلمان در واقع گفتیم که بانکی بود که تمام تلاشش بر این بود که تمام سیاست ها را به کار بگیره که از بروز تورم یا بی شدن پول جلوگیری بکنه و در مورد آلمان ها گفتیم به خاطر خاطره تاریخی خیلی تلخی که از اتفاقات دهه 1920 دهه 1930 توی آلمان دارند و تورم فوق العاده وحشتناکی که اون سالها توی آلمان پیدا شد اینها شدیدا مخالف بودند با برنامه هایی که بخواد ایجاد تورم بکنه به هر حال ایشون هم کسی بودن از طرف بانک مرکزی البته رئیس دفتر اقتصادی هستند معلوم نیست که در اتخاذ سیاست های پولی تا چقدر نقش دارند توی بانک مرکزی ولی به هر حال ایشون هم اعلام کردند که ما برای حفظ یورو و حفظ اتحادیه اروپا میتونیم یه مقداری تورم را تحمل بکنیم همین صحبت هایی که از طرف وزیر دارایی آلمان و ایشون رئیس دفتر اقتصادی بانک مرکزی آلمان شد باعث شد که روز جمعه گذشته نشریه در میاد توی آلمان به اسم بل یکی از معروفترین و با نشریاتی هست که گویا در آلمان منتشر میشه برای اینکه یادآوری کنه که در دهه 20 و توی آلمان چه اتفاقی افتاد اومده بود عکس یک اکس اسکناس یک تریلیون مارکی مال سال 1923 رو تو آلمان چاپ کرده بود و هشدار داده بود که مواظب باشیم به اون طرفا نریم چون در اون بحرانی که اون سالها پیش اومد در اوایل کار گویا هر دوازده مارک آلمان اون سالها معادل یک دلار آمریکا بوده ولی بعدا میزان تورم و بیارزش شدن پول توی آلمان به جایی رسید که باید بیشتر از یک تریلیون مارک میدادی تا میتونستی یه دلار بگیری یه همچین وضعیتی توی آلمان پیدا شده بود اماده بودن یه همچین به عکسی اکسی را اونجا چاپ کرده بود که به اتفاقات باشید چند وقت پیش که ماریا دراگی ماریا دراگی ایتالیایی است و رئیس کنونی بانک مرکزی اروپا هست یادتون هست که اومد یک تریلیون یورو در اختیار بانک آلمان گذاشت برخلاف اون چیزی که آلمان میخواست در اختیار بانک های اروپا مذارت میخواد در اختیار بانک اروپا گذاشت که بتونه بر بحران کنونی اروپا غلبه بکنه همون وقت همین سیاست البته با مخالفت آلمان و بانک مرکزی آلمان مواجه شد ولی انجلا مرکل تونس یه طوری بالاخره بانک مرکزی آلمان رو راضی کنه که مخالفتی نکنه و اجازه بدن که اون سیاست پیش بره منتها زمان که گذشته اوضاع احوال که فعلا ادامه پیدا کرده به این نتیجه رسیدن که یک تریلیون و دو تریلیون گویا جوابگوی بحران نخواهد بود و اگر واقعا بخوان این بحران را حل بکنن حداقل به چند تریلیون یوروی دیگه پول احتیاج دارن بنابراین از نظر کلی اروپا و کشورهای حوزه پولی یورو هم درست به همون نقطه رسیدن که آمریکا رسیده یعنی به خاطر حجم بزرگ بدهی هایی که بانک ها و مؤسسات اروپایی دارند و همینطور دولت های اروپایی دارند. تنها راهی که بتونن بر این بحران کنونی غلبه بکنن یک راه بیشتر نیست اونم این که ایجاد تورم بکنن اینفلیت کنن در واقع و مفهوم اینفلیت کردن و تورم ایجاد کردن هم این هست که بتونن ارزش یورو رو ارزش پول واحد اروپا رو کمتر و کمتر و کمتر و کمتر بکنن به حال از این زاویه الان یک بلبشوی بسیار بسیار عجیب و سردرگمی خیلی خیلی گسترده ای در محافل پولی و مالی اروپا پیدا شده بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید فرانسه <تصفح> اولان خانم مرکل گفته بود که ما قراردادهایی که قبلا بستیم سر سیاست های پولی رو دیگه دست بهش نمیذاریم باید همونطوری بمونه طرف هم با این وعده اومده بود سر کار که به هیچ وجه دنبال سیاست ریاضت اقتصادی نمیره و دنبال رشد اقتصادی خواهد گشت حالا فعلا این دوتا قرار با هم دیدار بکنن ببینیم که در دیداری که این دو تا با هم خواهند کرد کار به کجا خواهد کشید به چه توافقهایی می‌رسند. ولی اون چه که درش اصلا جای تردیدی نیست این هست که یا اگر بخوان دنبال سیاست ریاضت اقتصادی را بگیرن و کوتاه نیاد آلمان و مجبور بکنه بقیه کشورهای اروپایی را که همین سیاست رو دنبال کنند مسلما باید شاهد دو تا اتفاق باشیم یک اینکه یک اقتصاد در داغون وحشتناک برای تمام کشورهای اروپایی پیدا میشه بیکاری که در بعضی از کشورها مثل اسپانیا به بالای 24 درصد رسیده در میان جوانهاشون تو یونان و ایتالیا بیشتر از 50 درصد بیکار هستند اون وقت این وضع وخیمتر خواهد شد و گرچه الان فعلا تظاهراتی که داره تو اروپا صورت میگیره که نمونهشم یکی همین آخر هفته ای بود که بیشتر از 100 هزار نفر توی اسپانیا تظاهرات کردند فعلا داره این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز صورت میگیره منطقه های مراتب اگر اوضاع از این بدتر بشه و شرایط اقتصادی به خارتیر و تارتر بشه مسلما این اعتراضات و نارامی ها حالت مسالمت هامیز خودش را از دست میده رفته رفته حالت قهرامیز پیدا خواهد کرد به از آتیش زدن بانک و مغازه و اینها بگیرید تا جایی که احیانا به گفته تلویزیون آرتی ممکن است حتی به شورش های مسلحانه مردم دست به اسلحه ببرند و در مقابل دولت بیستند اگر هم بخوام بر این بحران غلبه بکنند باید پی یک تورم مافوق وحشتناک را برای سالهای آینده به اضافه گرفتاری ها و مشکلاتی که طبیعتا تورم به نوبه خودش ایجاد میکنه در واقع به تن خودشون بمالند اون چه که مهم هست و اون چه که عملی خواهد شد این است که در پیچ و تاب این بحران ها و در دهلیز های این زد و خورد های پولی و مالی و سیاست های مختلف برای نجات خودشون تنها راهی که میمونه همونطور که گفتم این هست که پول هاشون رو بیارزش بکنن پول که چه ارز کنم اسکناس های خودشون رو هی بیارزشتر و بیارزشتر بکنن تا حدی که در انتهای راه حالا این انتهای راه ده سال دیگه است بیست سال دیگه نمیدونم چقدر طول خواهد کشید ولی مسلما گورستان بزرگی از پولهای کاغذی درست خواهد شد از اسکناس ها درست خواهد شد که بر رقص آن که بر مزار این پولهای کاغذی طلا مسلما به رقص و پایکوبی خواهد پرداخت اینو مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد وقت کم از خبرها و نکته های دیگری هم بود ولی متوها میخوایم به بحث اصلی امشب برسیم این است که مطالب را در همین جا در بخش خبری کوتاه می کنیم مثل همیشه یادآوری می کنیم که برنامه های تلویزیونی ما سه شب شبها ساعت 8 تا 9 شب به طور زنده پخش میشه. همین برنامه در طی هفته در دو ساعت متفاوت و دو روز مختلف باز پخش داره یکی روزهای چهارشنبه هست ساعت 6 تا هفته بعد از ظهر یکی روزهای یک شنبه هست ساعت 10 تا 11 صبح و طبیعی که همه این وقتها به وقت آمریکا خواهد بود به وقت غرب آمریکا خواهد بود غیر از ساعت پخش زنده و تکراری این برنامه همونطور که میدونید دفتر ایرانیان فینانشال تایمز که آدرس اینترنتیشون هست ایرانیان افتی کسانی که هم حامی و اسپانسر این برنامه هستن هم, هم این که برنامه های تلویزیونی نبز بازارهای مالی را تمام و کمال هم روی سایت خودشون میذارن هم روی فیسبوکشون و بنابراین چنانچه در ساعت پخش زنده و تکراری برنامه موفق به دیدار برنامه نشدید و تمایل داشتید که این برنامه ها را تماما ببینید میتونید با مراجعه به سایت و فیسبوک ایرانیان افتی دات کام این برنامه ها را تمام و کمال ببینید مضاف بر همه اینها ما برنامه های نبز بازارهای مالی را از چند ماه پیش همگی روی یوتیوب هم قرار میدیم که به هر حال چه روی یوتیوب چه روی سایت و چه روی فیسبوک افتی هر کدوم که تمایل داشته باشید دیگه با وقت خودتون در ساعت فراغت خودتون در هر کشور و هر شهر و هر جایی که باشید میتونید بذارید و این برمه ها را ببینید دفتر نبز بازارهای مالی همونطور که مستظر هستید تمامی خدمات مالی و اقتصادی را در تمام زمینه ها عرضه میکنه برای آشنایی با لیست کامل این خدمات دو کار میتونید بکنید یکی اینکه به سایت ما سر بزنید آدرس سایت را روی صفحه تلویزیون ملازم می‌فرمایید pulseoffinancialmarkets.com و بعد وارد صفحه اصلی که شدید در سمت چپ صفحه قسمت بالایی صفحه در سمت چپ اختصاص داره به اینکه برنامه های تلویزیونی ما از کدام شبکه تلویزیونی پخش میشه ساعت پخش و باز پخشش اونجا نوشته شده و در زیر اون چهارد و پومزه مورد مختلف هست از تمام خدماتی که دفتر نبز بازارهای مالی در تمام زمینه ها از مشاوره و راهنمایی گرفته تا برنامه ریزی مالی فنانشال پلانینگ به شیوه علمی و تحقیقاتی تا پسنداز و سرمایه گذاری برای مقاصد مختلف چه برای رشد سرمایه چه برای کسب درآمدهای ثابت با تضمین دولتی چه برای ایام بازنشستگی و همینطور بیمه های مختلف لایف اینشورنس دیسیبلیتی اینشورنس و همینطور دفتر ریل استیت هم داریم برای خرید و فروش مستقلات مسکونی و تجاری و اخذ وام در هر دو زمینه رزیدنشال و کامرشال به اضافه خدمات دیگری که برای صرف جویی در وقت از بازگویی همشون خودداری میکنم دفتر ما عرضه میکنه یا این کارو میتونید بکنید یا اینکه میتونید روزهای هفته چه برای آشنایی با خدمات چه برای بهره برداری از خدمات دفتر نبز بازارهای مالی روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر با تلفن دفتر ما تلفنی که روی صفحه تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید 310 407 5300 310 407 5300 با ما تماس بگیرید در مورد تلفن یکی از دوستان عزیز که چندین سال پیش با ما در تماس بوده ایمیلی فرستاده و خواسته بود که باشون تماس بگیریم منتها تلفن خودشون رو ننوشتن دوستان عزیز بارها گفتیم ما به خاطر حجم زیاد تلفن هایی که میگیریم متاسفانه تلفن ها رو نگه نمیداریم ما فقط تلفن کلاینت های خودمون رو نگه می داریم بنابراین هر بار که تلفن می کنید محبت کنید حتما تلفن خودتون رو زک کنید این یکی از دوست عزیزمون که اون ایمیل رو زده بودن خواهش می کنیم یا ایمیل بزنن تلفنشون رو بفرستن که ما باشون تماس بگیریم یا اینکه زنگ بزنن به دفتر و تلفنشون رو به ما بدن یا با هم صحبت کنیم مضافه بر اون پاره از دوستان تلفن میکنن به جای اینکه تلفنشون رو بگن میگن که همون تلفنی که رو صفحه به اصطلاح تلفنتون افتاده قافل از این که ما اول تلفن میره به یک سوئیچ برد بعد از اونجا منتقل میشه به دفتر ما و ما نمیتونیم اونها رو ببینیم و ساده ترین کار برای شما همین است که به جای اینکه این توضیح رو بدید تا بخواید این توضیح رو بدید به هر حال تلفن خودتون رو خواهید گفت از اون طریق اگر بگید از اونجا نگاه کنید زنگ بزنید ما دسترسی نداریم و نمیتونیم بهتون تلفن کنیم این رو خاطرتون باشه این هم از تلفنمون ایمیلمون هم که اونجا هست info که چه پیشنهاداتی دارید چه سوالهایی داشته باشید میتونید از طریق این ایمیل با ما تماس بگیرید منتهای مراتب اگر سوالی دارید که مایل هستید ما بهتون جواب بدیم این ایمیل ها حتما باید از ایمیل شخصیتون ارسال بشه و ما به ایمیل هایی که از روی صفحه سایت ما زده میشه جواب نخواهیم داد به دلایلی که در برنامه های گذشته توضیح دادیم پس یک بار دیگه برای تماس با ما روزهای هفته دوشنبه تا جمعه 310 407 5300 میتونید با ما تماس بگیرید اگر در ساعات غیر اداری و آخر هفته هر وقت تماس گرفتید که به هر حال نتونستید مستقیما همون وقت با هم صحبت کنید باید تلفنتون رو با ذکر ایریا کود واضح و شمرده به فارسی و انگلیسی ذکر کنید تا حتی تا بتونیم باتون با تماس بگیریم صحبت ها این قسمتون تموم میشه میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب در بخش دوم برنامه امشب هستیم بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ با مطلبی تحت عنوان سرمایه سود و سراب علتی که این عنوان انتخاب کرده بودیم برای اینکه یه سوالی است که فوق العاده تکراری و از طرف تعداد زیادی از بینندگان این برنامه چه به صورت تلفنی چه ایمیل مطرح میشه سوال بسیار مهمی است سوالشون هم در واقع این بوده میگن ما یه بار سال 2000 بدبخ شدیم تو استاک مارکت یه بار سالهای 2005 2006 تو ریل استیت بیچاره شدیم یه بار سال 2008 مجددا تو استاک مارکت کلکمون کنده شد اونم با این وضعیت اقتصادی و کنونی چه کار باید بکنیم در واقع جواب میخواستیم بدیم به چه باید کرد در شرایط کنونی که این وضعیتی که برای بازار فلزات قیمتی پیش اومده به نظر من ارجحیت و اولویت داره سعی می‌کنیم به اون مسئله بپردازیم در حدی که وقت باقی بمونه امشب اگر نشد حتما در هفته آینده سعی میکنیم به این سوالتون جواب بدیم در ضمن در مورد خود بازار هم همونطور که شاهد هستید برمیگردیم به همون صحبتی که گفتیم الان چندین و چند سال هست از سال 2000 به این طرف در واقع 11 12 سال هست که بازار داره درجا میزنه بالا و پایین میره ولی نهایتا برمیگرده به همون جاهایی که بوده به این حالت اصطلاحا میگن سایدوی مارکت یعنی بازاری که در کناره میره و تکون عجیب و غریبی علا رقم نوساناتی که در وسط راه خواهد کرد ولی نهایتا تکون عجیب و غریبی به خودش نمیبینه و حدس من بر این هست که تا چند سال آینده هم تا زمانی که بحرانی که فعلا باهاش مواجه هستیم به طور ریشعی حل نشه این وضعیت کماکان ادامه پیدا خواهد کرد منظور از ادامه این وضعیت این نیست که بازار بالا نخواهد رفت بالا هم خواهد رفت مثل وضعیتی که سال 2019 و اینها تقریبا دیدیم ولی بعد از یه مدتی همه اون چیزهایی را که در ارز ده ماه یه سال به دست آورده، در ارز ده هفته مثلا یا دو سه ماه از دست میده همین وضعیتی که این روز توی بازار میبینیم این است که در این شرایط تنها شرط موفقیت حالا راجع به اون قسمت سوال اصلی که کرده بودید صحبت کردیم بیشتر توضیح میدیم واقعا احتیاج داره که با قدم های سنجیده با فکر با تعمل و با تعمق رفتار کنید صبر و حوصله داشته باشید در غیر این صورت اگر فکر کنید که بازار را با کازینو عوضی بگیرید و فکر کنید که اومدید جایی که میخواید هیجان داشته باشید یه سال دو ساله میخواید پول عجیب و غریبی به هم بزنید متاسفانه نه تنها به اونجا نمیرسید بلکه در این نوسانات وحشتناک بازار میتونید ضربه های سنگینی هم بخورید منتها برگردیم به مسئله فلزات قیمتی و چرا قیمت طلا و نقره اینجوری دارن کاهش پیدا میکنن مخصوصا که در فکر کنم آخرین برنامه پارسال که داشتیم ارزیابی ما این بود که قیمت طلا در امسال سال 2012 گفتیم حداقل به 2000 و شاید 2100 تا هم برسه ولی فعلا دارن این قیمت ها پایین تر میرن البته سال 2012 امروز 15 می هست هنوز هفت ماه و نیمی دیگه ازش باقی مونده و هیچ بعید نیست که تو اون هفت ماه و نیم این اتفاقی که گفته بودیم بیفته منتهای مراتب حالا باید توضیح بدیم که چی شد و چه اتفاقاتی افتاد که اون معادله را به هم زده ما رو چی حساب کرده بودیم اوضاع چطوری پیش رفته و الان چه موانع و مشکلاتی سر راه وجود داره که باعث شده این قیمتها بیاد پایین تا کجا ممکنه قیمتها پایین برن اولا تا چه زمانی و چقدر از نظر زمانی ممکن است این پایین رفتن ها طول بکشه و نهایتا آخر داستان چه خواهد شد قبل از اینکه دلایل این مسئله رو توضیح بدیم یک بار دیگه همه اون نکات اساسی رو که در طی چند سال گذشته موقعی که راجع به بازار فلزات قیمتی و بازار داغ و پررونقی که در این زمینه وجود داره صحبت کردیم و همیشه اون مطالب را اگر در هر برنامه فکر شاید یادآوری نکرده باشیم ولی هر چند گاهی یک بار صد درصد اون نکات رو یادآوری کرده بودیم اون نکات چی بودن؟ نکته اول این بود که شرط موفقیت در هر بول مارکتی این هست که آدم از همون اول کار از همون زمانی که اولین ندفه های این بول مارکت بسته میشه جزء اولین نفراتی باشه که جا بگیره بره تو این بازار بشینه و تا آخر این بول مارکت هم بمونه و زمانی که داره این بول مارکت تموم میشه باید جزء کسانی باشن جزء اولین نفراتی باشن که از سالن خارج میشن این به صلاح ایده کلی سر این داستان بوده و هنوز هم به قوت خودش باقی است چون بول مارکت فلزات قیمتی هنوز تا به خان تموم بشن راه بسیار بسیار درازی در پیش دارن و آینده بسیار درخشانش صد درصد سر جای خودش است و تکون نخورده دومین نکته ای که بارها یادآوری کردیم مخصوصا مخصوصا از زمانی که قیمت طلا از اون 850 دلار رفت بالاتر 850 دلار به این دلیل مهم بود که در دور قبلی بول مارکت یا بازار داغ فلزات قیمتی در دهه اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 قیمت طلا اون سالها از اون 35 دلار رفت رسید به 850 دلار و بول مارکت بعدی که این دور بود در صورتی میتونستیم به موفقیت کاملش امیدوار باشیم که بودیم از اولش هم که به حال مرز قبلی که 850 دلار بود رو پشت سر بگذاره و همین دلیل از زمانی که قیمت طلا رسید به 800 850 هر وقت که فرصت شده این یاداوری رو کرده بودیم که هیچ بول مارکتی نیست که تا انتهای خودش یک کارکشن خیلی بزرگ و تکون دهنده سر راه نداشته باشه و بارها و بارها اشاره کردیم به اتفاقاتی که در همون بول مارکت دهه هفتاد اتفاق افتاد که یک بار قیمت طلا در میانه راه پنجاه درصد کاهش پیدا کرد یعنی اگر اون وضعیت بخواد البته هیچ دو بازاری مثل هم نیست هیچ دو دورانی مثل هم نیستند شرایط به هم میخوره اوضاع احوال کاملا با اون سالها فرق کرده ولی اتفاقات تاریخی را به هیچ وجه نباید و نمیشه نادیده گرفت و همین دلیل هم بود که گفتیم چون تو اون سالها یک بار قیمت طلا در میانه راه از اولی که شروع کرد 35 دلار تا رسید به 850 دلار یه بار 50 درصد قیمت اومد پایین فکر کنم رسیده بود به اون 3200 دلار بعد رسید به اون 300 دلار و تقریبا یه سه سالی هم تو اون فاصله موند یعنی درجا زد ولی بعدن که به دوران اون کرکشنش تموم شد طلا از همون جای پایینی که رفته بود و پایین که مونده بود 850 درصد رشد کرد یعنی از 100 دلار رسید به 850 دلار یا عددی و پولی بخوایم صحبت کنیم اگر کسی در اون شرایط رفته بود سرمایه گذاری کرده بود هر صد هزار دلارش به 850 هزار دلار تبدیل شده بود و همین دلیل همیشه یادآوری میکردیم که منتظر حالا منتظر صد درصد خب نمیشه گفتی چیز صد درصد نیست ولی به احتمال خیلی زیاد میگفتیم مواظب باشید که ممکن است ما یه همچین کورکشنی را هم سر راه ببینیم البته باز از همه این صحبت هایی که امشب دارم میکنم منظورم این نیست که این بار هم همچین اتفاقی خواهد افتاد و قیمتش نصف خواهد شد ممکنه بشه ممکنه از نصف هم کمتر بشه هر اتفاقی که بیفته اون معادله اصلی رو که به خاطرش فلزات قیمتی دارن رشد میکنن به هم نخواهد زد یعنی حتی اگر قیمت یه سوم هم بشه بشه اون سه دلار هم بشه این که در چند سال آینده قیمت طلا حداقل به اون سه هزار دلار خواهد رسید سر جای خودشه نقره به اون سه دلار حداقل اقل میرسه با سر جای خودش خواهد بود ولی میزان کارکشن چقدر خواهد بود زمانی چقدر طول میکشه و به چه شکلی این تحولات صورت خواهد گرفت متاسفانه از الان قابل پیش بینی نیست منتها برگردیم به وضعیتی که الان پیش اومده ما اواخر به سال سال گذشته که صحبت می کردیم داشتیم به هم وضعیت آمریکا رو دیدیم چون به طور کلی اوضاع احوالی که الان توش هستیم اینا چندین بار گفتیم باز هم تکرار میکنیم دنیا و آمریکا در شرایط مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا در شرایط رکود اقتصادی و رسشن نیستند چیزی که باهاش مواجه هستیم دیپرشن هست بحران اقتصادی است این دو تا تفاوتشون در این است که در دوران رکود اقتصادی اقتصاد یک نفس شروع میکنه پایین رفتن تا یه نقطه ای متوقف میشه بعد از اونجا شروع میکنه و از بهتر شدن این دورانی که اقتصاد وضعش خراب میشه در دوران رکود بستگی داره به اتفاقات مختلف و کشورهای مختلف و شرایط مختلف ولی معمولا یه چیزی بین 6 ماه تا حداکثر اکثر 11 ماه بعضی وقتا شده یه سال هم طول بکشه ولی دیگه بیشترین زمانی که طول میکشه یک سال بیشتر نیست و وجه مشخصه و شاخصش هم دقیقا همین است که وسط راه اوضاع خوب نمیشه بهتر بشه و دو دفعه خراب بشه یهو خراب و خراب و خراب میشه تا میرسه به انتهای خودش بعد اوضاع شروع میکنه بهتر شدن در دوران بحران اقتصادی قضیه کاملا برعکس هست یعنی اولا زمانی که بحران طول میکشه خیلی خیلی طولانی است ممکنه 20 سال 25 سال 18 سال حداقل طول بکشه این یکی و دوم این که افت اقتصادی و خرابتر شدن اوضاع اقتصادی یک نفس و در یک خط مستقیم صورت نمیگیره اوضاع یه زمانی به شدت خراب میشه بعد وسط راه یه دورانی خوب میشه به طوری که همه فکر میکنن اوضاع داره به حالت عادی برمیگرده درست همون جایی که همه امیدوار شدن و نگرانی ها داره برطرف میشه مجددا اوضاع شروع میکنه به خرابتر شدن و این داستان چندین و چند بار تا بحران بخواد تموم بشه ادامه پیدا خواهد کرد این اون به صلاح وضعیت عمومی و کلی که توی شرایط دنیا و شرایط اقتصادی فعلا وجود داره ما اواخر سال گذشته به داستانی که نگاه می کردیم بحران شدید اروپا رو می دیدیم و بحرانی که کشورهای اروپایی باش مواجه هستند اون وقت هنوز رئیس بانک مرکزی اروپا اصلا صحبتی از این که قرار بود یک تریلیون دلار پول بیاره و تزریق کنه به سیستم اصلا نبود ولی مطمئن بودیم که دیر یا زود اینها مجبور میشن یا رقم هنگفتی رو در واقع بیارن و به سیستم اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو تزریق بکنن روی اون مسئله حساب میکردیم جای دیگری که حساب میکردیم میدونستیم که اوضاع اقتصادی آمریکا هم چون در دوران دیپرشن هستیم و رسشن نیستیم علا رقم که جوانهای های امید بخشی گاه و بیگاه در اینجا و اونجا پیدا میشه ولی زود اشکال پیدا میکنه و برای رفع این اشکال هم بانک مرکزی آمریکا مجبور خواهد شد اگر نخواد اوضاع از هم بپاشه سیاست های محسوم به کوانتیتیتیو ایزینگ را دنبال بکنه که همون تزریق پول و چاپ پول باشه برای تزریق به سیستم و از طرف دیگه دولت هم مجبور هست که در فقدان و در غیاب بخش خصوصی در اقتصاد خودش بیاد و به فعالیت‌های های اقتصادی دست بزنه مجموعه این عوامل رو که روی هم میذاشتیم و تلاشی که از طرف تمام کشورهای دنیا داره صورت میگیره و صورت خواهد گرفت و حتما هم ادامه پیدا خواهد کرد که بتونن تو این بحران برای اینکه خودشون رو از این وضعیت بکشن بیرون سیاست های تورمی اینفلیشنری دنبال کنند و ارزش پول خودشون رو دائم پایین و پایین و پایین تر بیارند می دونستیم اونم ادامه پیدا خواهد کرد و به نتیجه مجموعه این عوامل بود که ما را متقاعد می کرد و متقاعد کرده است و در اینم هیچ تردیدی نداریم که باعث خواهد شد در چند سال آینده قیمت طلا و نقره مخصوصا بسا این دوتا که فلزات اصلی قیمتی باشند شروع کنند به شدت بالا رفتن تا به همون حد هایی که گفتیم برسیم منتهای مراتب چه اتفاقاتی افتاد که و چه حوادثی پیش اومد که الان اوضاع اینطوری شده و مخصوصا در یکی دو هفته گذشته میبینیم که به شدت داره قیمت طلا کاهش پیدا میکنه. اتفاقاتی که افتاد یکی این بود که در بازار فلزات قیمتی البته دلایلی که برای این ام وجود داره یه مقداریش دلایلی است که کاملا مشهود هست و دیده شده و خوندیم و دیدیم که داره چه اتفاقی میفته یه بخشی از اینها جنبه شایعاتی شایعه داره که شنیدیم منظورمون از شایعه نبوده که مثلا رفتیم ساندویچ بخریم دو نفر داشتن با هم حرف می زدن نه منظورم صحبت است از طرف افرادی که بسیار صاحب نفوذ هستند توی وال استریت ارتباط و کانکشن های گسترده ای دارن از پشت پرده با خبرن که چی میگذره منظورم از شایعه اخبار و اطلاعاتی است که از طرف این گونه افراد دست ما میرسه که فوق العاده هم ما رو حرفاشون حساب میکنیم ولی خودمون چون مستقیما نشنیدیم برای ما جنبه خبر و شایعه داره تا دلایل کاملا مستحکم و مستندی که بتونیم روش دست بذاریم تا اونجا که به اتفاقات واقعی برمیگرده سر اینکه چی شد که این وضعیت پیش اومد تعداد زیادی از هج ها که سرمایه گذاری کرده بودند توی فلزات قیمتی به خاطر مشاهده همین وضعیتی که مختصرا سر صحبت کردیم از یک طرف و از طرف دیگه به خاطر اینکه هر بار که جلسه بانک مرکزی آمریکا تموم میشد بعد از صحبت های مقدماتی که میکردند بالاخره ترجیح بندی که برمیگشتن و تکرارش می‌کردند، این بود که اگر لازم بشه باز هم بانک مرکزی میاد وسط و کمک میکنه که منظور از بانک مرکزی میاد وسط و کمک میکنه یعنی اینکه ما باز هم شروع میکنیم پول چاپ کردن و پول به سیستم تزریق کردن و هر زمانی که پول چاپ بشه و پول به سیستم تزریق بشه مفهومش این است که ارزش پول کاغذی و اسکناس میاد پایین و ارزش پول واقعی یا طلا بالاتر خواهد رفت این جماعت روی حرف های رئیس بانک مرکزی آمریکا آقای برنانکه حساب کرده بودن و چون داشتن میدیدند که اوزا رفته رفته داره خرابتر میشه مقادیر بسیار بسیار هنگفتی رو در بازار فلزات قیمتی گذاری کرده بودند. منتهای مراتب چون در جلسات اخیر آقای برنانکه اینها رو ناامید کرد و وعده تازه‌ای برای دنبال کردن سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ نداد، اینها اینا دارن ترید میکنن و نمیمونن یه زیاد. اهلشون احل به سرمایه گذاری های سرمایه بلند مدت بلندمدت نیستند فاندهایی دارند که این فاندها را منیج میکنند و برای اینکه بتونن سرمایه جذب کنند به داخل این فاندها وسعت میدان دیدشون از نظر زمانی خیلی کوتاه هست ماکسیموم یک ساله در نظر میگیرن که میخوان وضعیت فاندشون خوب باشه که ملت پولاشون رو برندارن برن اینها شروع کردن همه اون حجم عظیمی از فلزات قیمتی و طلایی که خریدی بودن و بعضا نقره را هرچی تو این زمینه سرمایه گذاری کرده بودن و ذره ذره و یک در واقع فروختن و همین فروش در واقع باعث شد که قیمت به شدت شروع کنه سرعت پایین اومدن اتفاق دیگری که افتاد این بود که همونطور که گفتیم موقعی که رئیس بانک مرکزی اروپا درگی ماریو درگی تصمیم گرفت که یک تریلیون یورو به سیستم بانکی اروپا تزریق بکنه امیدوار بودن که اون یک تریلیون کافی باشه ولی چون بعدا فهمیدن که اون کافی نیست و پول بیشتری میخواد و بعد در مقابلش جبه گیری شد مخصوصا از طرف آلمان و بعد اون زمان که سرکوزی سرکار بود و فرانسه اونم باهاش همراهی کرد و در واقع دو قطب اصلی این سیاست در واقع اومدن اعلام کردن که دیگه بیشتر از این حاضر نیستن که بانک مرکزی اروپا پول چاپ کنه و پول به سیستم تزریق کنه و باید دنبال سیاست ریاضت اقتصادی برند و در سیاست ریاضت اقتصادی چون ایجاد بحران و رکود و به گرفتاری و افت اقتصادی میشه کسانی هم که در اروپا در زمینه فلزات قیمتی سرمایه گذاری کرده بودن اونها هم شروع کردن به فروختن در واقع همین هم باعث شد که قیمت بیاد پایین تر سومین عاملی که روی این مسائل تاثیر گذاشته این هست که متاسفانه متاسفانه مجددا شبه بحران انقباضی یا دیفلیشنی بر بالای سر اقتصاد دنیا پیدا شده که عوارضش رو ما در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی داریم میبینیم مثلا در خود همین آمریکا نگاه بکنید آماری که مربوط به اشتغال یا ایمپلویمنت هر ماه داره منتشر میشه میبینیم که در یکی دو ماه اخیر این داستان افت پیدا کرده و کند شده که خودش نشون میده اوضاع بدتر هست از اون طرف توی اروپا با انتخابات یونان و وضعیتی که توی یونان پیش اومد که در مقابل سیاست های ریاضت اقتصادی مردم قد علم کردن و بعد با سیاست فرانسه منظورم با انتخابات فرانسه که رئیس جمهور تازه ای اومد که شعار انتخاباتیش این بوده که میخواد سیاست ریاضت اقتصادی را کنار بگذاره در واقع اینکه سرنوشت یورو چه خواهد شد همه رو نگران کرده که این اوضاع احوال و درگیری هایی که پیدا خواهد شد منجر به یک بحران بزرگ به یک دیپرشن آنچنانی در سطح جهانی بشه و در دیپرشن همه چیز مفهوم دیپریشن به صلاح و دیفلیشن این هست که برخلاف اینفلیشنه یعنی اونجا قیمت ها میرن بالا موقعی که تورم هست موقعی که دیفلیشن میشه قیمت ها شروع میکنن به شدت پایین رفتن و هر موقعی که قیمت پایین میره قیمت همه چیز با هم شروع میکنه پایین رفتن و در نگرانی از این اوضاع احوال اقتصادی از یه طرف و گرفتاری های تازه‌ای که براشون درست شده به پول احتیاج داشتن بتونن بدهی‌هاشون رو بدن حساب‌هاشون رو تسویه کنن خرید و هایی که کردن و راستوریست کنن به پول نقد احتیاج داشتن تعداد خیلی زیادی هم به این ترتیب شروع کردن به فروش طلا و این چند تا آمه روی هم رفته تاثیر گذاشت و قیمت را کشیده پایین اینها چیزایی که کاملا مستند و واقعی جلو چشم همه رخ داده راجع بهش نوشته شده و سرش داره صحبت میشه چیزایی که ما به صورت خبر و شایعه شنیدیم حاکی از این هست که دو تا مسئله از این وسط. یکی اینکه همونطور که گفتم بعد از اینکه در اروپا به این نتیجه رسیدن که یک تریلیون یورو کارساز نیست و برای اینکه اوضاع را رد و فرق کنند به چندین تریلیون پول دیگه احتیاج دارند بنابراین مطمئن بودند که تا صحبت از به اصطلاح طرحهای جدید برای تزریق پول به سیستم بشه اگه بخوان اون سیاست رو دنبال کنن قیمت طلا چون طلا قدرت خرید رو همیشه حفظ میکنه میره بالا و تمام بانک های مرکزی دنیا چه تو آمریکا باشه چه فرانسه باشه چه انگلیس باشه چه ایران باشه با بالا رفتن قیمت طلا مخالفن چون بالا رفتن قیمت طلا معرفی بیکفایتی سیاست های پولی توی کشور هست که نمیتونن ارزش اسکنات خودشون رو نگهداری کنن به همین دلیل شما از هر بانک مرکزی که برید سراغش افرادی که اونجا کار میکنن از رئیسش بگیر تا تورسیان ها و اقتصادانانی که اونجا هستن همشون همیشه بر ضد طلا صحبت میکنن بعد اینا میدونستن که اگر این پول رو بخوان چاپ کنن پولشون شدیدن بیارزش میشه و طلا میره بالا شایعات این هست که قبل از اینکه دست به اتخاذ اون سیاست ها بزنن برای اینکه مردم رو بترسونن و فراری بدن از سرمایه‌گذاری در طلا شروع کردن رفته رفته و پشت پرده آرام آرام در به با اصطلاح پشت پرده طلا رو فروختن تا قیمت را انقدر بیارن پایین که وحشت بزرگ را در دل کسانی که تو این بازار هستند البته در دل کسانی که به صورت ناشیانه و بدون اینکه بدونن چرا این کار کردن صرفا به خاطر اینکه قیمت رفته بالا دنبالش رفتن نه به خاطر تجزیه و تحلیل اقتصادی اونهایی که به دلایل علمی و اقتصادی رفتن از این چیزا جا نمیزنن ولی اونهایی که صرفا به دنبال قیمت دویدن مسلما جا میزنن. فرار میکنن و متوحششون میکنن و همین باعث میشه که بتونن برای مدتی قیمت طلا را پایین نگه داره. مسئله بعدی به که به صورت شایعات شنیدیم این است که در سفرهای اخیری که وزیر خزانه داری آمریکا به چین کرده داره چین را متقاعد میکنه که ارزش پول چین را ببره بالا و ارزش دلار آمریکا را هرچی بیشتر بیاره پایین و چین هم البته تلاشش بر این هست که بتونه توی بازارهای ارز کرنسی مارکت در سطح بینون المللی یه جاپای خیلی مستحکمی برای پول چین درست بکنه و حتی شایع هست که تلاششون بر این هست که میخواد تلاشش بر اینه که پشتوانه طلا داشته باشه اسکناسی چین و روی همین هم, هم اصل هست که الان چندین و چند سال است هر طلا غیر از اینکه از خارج هرچی بتونه چین طلا میخره هر مقدار طلا هم که در داخل چین تولید میشه همه رو داره دولت چین خریداری میکنه و بعد برای اینکه چین بتونه اینها را به قیمت ارزون تری بخره در یک سیاست هماهنگ آمریکا و بقیه دارن باهاش همکاری میکنن با فروش طلا قیمت رو بیارن پایین تر که بعدا چین بتونه اینها را به قیمت خیلی خیلی ارزون تری توی بازار بعدا بخره اینها مجموعه عواملی بوده که تا الان کمک کردن و دست به دست هم دادن و قیمت طلا را دارن میبرند پایین حالا از اینجا به بعد واقعا این قیمت ها تا کجا و تا چه حد پایین خواهد رفت من واقعا نمیدونم اصلا نمیشه پیش بینی کرد باید اوضاع احوال رو ببینیم اول تا آخر ماه جون باید صبر بکنیم چون اون دور دوم سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ تو آمریکا تموم میشه که به اسم اپریشن تویست از این صحبت کرده بودن دوم باید ببینیم آلمان و فرانسه در مذاکراتی که دارند به کجا میرسند سوم باید ببینیم انتخابات یونان چه خواهد شد چهارم باید ببینیم که در ایتالیا و فرانسه چه سیاست هایی رو دنبال میکنن همه اینها در واقع ها و فاکتورهایی هستند که در تعیین نهایی قیمت طلا برای کوتاه مدت و ماهای آینده تاثیر میگذارن اینکه چه کار باید بکنن کسانی که تو این بازار هستند خب ما همیشه تو این برنامه ها تاکید میکنیم که مطالب ما محض اطلاع هست و برای اطلاع بنابراین هر فردی یا هر خانواده یا هر کسی که در این بازار هست خودش باید شرایط خودش رو ببینه و بر اساس اون تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه چیزی که خدمتتون ارز میکنیم کاملا جنبه عمومی و کلی داره و مبنای حرکتتون قرار نگیره مبنای محاسباتتون و تصمیماتون باشه ولی صرفاً بر اساس گفته امشب نخواید تصمیم خاصی بگیرید اونم این است که <تصفح> چون ممکن هست احتمال داره باز صحبت میکنم اصلا جنبه قطعیت نداره ولی احتمال داره که ما شاهد یک کرکشن بزرگ به همون میزانی و به همون طولانی که در ده هفتاد دیدیم یک بار دیگه هم ببینیم اگر وضعیت به صلاح خلق و خوتون طوری هست که دست و پاتون رو گم میکنید و بعد وسط راه میرید با ضرر میفروشید بهتر است که تا با اونجا نرسیدید با سود از این بازار خارج بشید اگر فکر میکنید در آینده کوتاه مدت یک سال یک سال و نیم آینده ممکن است به مقداری پول احتیاج داشته باشید میتونید یا همون مقداری که پول میخواید یا کل چیزهایی که دارید و بفروشید و بشینید کنار ولی اگر مایل هستید که به همان شیوه هایی که گفتیم و تا آخر این بول مارکت بمونید و حد اکثر سود رو ببرید به هیچ وجه از این نوسان های وسط راه دست پاتون رو گم نکنید مهم نیست که قیمت طلا یا نقره چقدر پایین میره مهم این است که نهایتا در چند سال آینده این قیمت ها سر به آسمان خواهند زد سب کنید سال 2015 2016 بشه اون وقت بهتون خواهم گفت که این قیمت ها کجا هستن متاسفانه وقتمون تموم شده بیشترش هم بیشتر از وقتم صحبت کردیم با عرض معذرت بقیه مطالب را میذاریم هفته آینده سری صحبت میکنیم تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر شب و روز و روزگاران به همه شما خوش برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.